درود ویژه دارم خدمت همه شما خوبان عزیزان خیلی ممنون که امروز با من همراه هستید من بارها بهتون گفتم کار نشناس هایی که بی بی سی دعوت میکنه اینا همه برای پول میرن اونجا که وطن فروشی کنن یه اتفاقی افتاد در بخش عربی بی بی سی یکی از کار کار نمیدونم یا کار نشناسه <تصفح> اینو در چون من عربیشونو گوش نمیکنم ایرانی ها رو که میدونم کار نشناسن اینو دعوت کرده در مورد اتفاقات روسیه و اوکراین صحبت کنه یه اتفاق عجیبی میفته که در رسانه های جریان اصلی بی سابقه است این یه حرکت بی سابقه که رخ میده با هم نگاه کنید دمش هم کن بچه کاوش مدیه ترجمه کردن یه خود زنگ تفریح مانندم هست رئیس لامریکی تور تصریح بیش با... در مورد مسئله اوکراین داره میپرسه و درگیری آمریکا با روسیه بر سر اوکراین بعد ان اثارت کلمته البریحه لغتا لیس فقط فی الولایت المتحده لیکن اوکرانیا بالطبع تحية إليك ولضيوفك الكرام في الحقيقة ما حدث رئيس وجد خب يشنم آقای عفيفي عضو حزب دموکرات آمریکا و به عربی داره صحبت میکنه و میگه آره در واقع آقای بایدن هم فهمید که اصالات دیروزش موجب بروز اختلافات در دیدگاه ها شده و ممکن است به روسیه اجازه ورود به اوکراین بده همون سوتی که آقای بایدن داد که حالا اگر مثلا روسیه یواش حمله کنه ما شاید یواش جواب بدیم خاك برسن ان عقلش از دست داده این وایدن حالا این داره اینو توضیح میده رايه بالامس ادى الى اختلاط في وجهات النظر وقد تكون هذه سماح لروسيا بالدخول على اوكرانيا ولذلك الموضوع المهم الان الذي علمه كي به همین دلیل موزي كي ميخام به مشاركتين اين است كه بي بي سي دو سال از پول برنامه‌اي منه نداده این داشت در مورد اوکراین صحبت میکرد پل زد که آقا پول منو بده سری <applause> برگم میاره که آقا شما باید انقدر به من پول بدید ندادید چون اینا برای هر صحبتی که در بی بی سی میکنم پول دریافت میکنن بی بی سی اگر اشتباه نکنم برای یک ساعت دیویس پون میده بازداشتگاه منو تا برای یک ساعت دیویس و پون میده شنیدم صدای ریاض مبلغ بیشتری میده برای یک ساعت 300 پون میده این خیلی جالبه پی سی مستحقات لنا جلاد و میگه آقای جای و تامر و تامر عبدالوها و مصراي بی بی سی کجا هست؟ چگونه میخواهید ادب پرداخت پول ما را توجیه کنید؟ <applause> خدا دو سال این میاد اینجا کارشناسی میکنه بهش پول نمیده این دیگه تو برنامه زنده رو کرد تامر عبدالوهاب و مسئولین البی بی سی. البي بي سي عدم حالا مواجر میگه آقای عفیفی آیا آقا فکر میکنی برای بینندگان ما مهم است که چرا شما پول نگرفتید من حرف شما را میفهمم یه هم الان یعنی اقدر اقدر اقدر, اقدر 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 ما میگه دو سال است که پول ما را نداده با پولشو بدید خب این یه حقیقتیه که این جماعت حالا همینم که داره اونجا صحبت میکنه من این کاری ندارم ولی کارنشناس های ایران در رسانه های جرگن اصلی که حضور پیدا میکنن پول میگیرن ما بر همین بهشون میگیم اینا در حقیقت بر همین هم اینا میرن حرفایی رو میدونن که بلکه بیشتر دعوتشون کنن حرفایی رو باید بزنن ضد ایران که بیشتر مورد توجه قرار بگیرن یه جورایی این رسانه نیازمند کار هایی هستن که ضد ایران صحبت کنن و حرف گوشکن باشن برای همین یارو مثلا چیکار کنه میگه آقا من یه ساعت میرم مثلا اگه بتونم ردیف میکنه میگه که من روزی یه برنامه بتونم یه بار برم بی بی سی یه بار برم سعودی ناشنال یه بار برم معنا تو تو هفته این سه تا سه تا میرم سه تا یک ساعت میشه نزدیک مثلا دیگه 250 یورو عمر 250 پوند میره 200 پوند میره 300 پوند میره مثلا یه چیزی هفته 50 پوند گیرم میاد هفته ای هفته 50 پوند برای یک هفته پول واقعا خوبیه واقعا مبلغ چشمگیریه 750 پوند برای سه ساعت برنامه اجرا کردن در هفته اینا اینجوری تنظیم میکنن برای همین میزان این که ما باید بدونیم که اینا که مثلا میشن تو رسانه های یه پسر هست مثلا قاضی زاده اگه اشتباه نکنم یه دلغه که قیافش مثل شطور میمونه این مثلا هی توی بازداشتگاه مناتا حرف میزنه یا اون هیمین سیدی قصا تو بازداشتگاه مناتا مثلا میرن برنامه رو در رو کسانی که تو برنامه رو در رو میشینن نفری 250 پوند پول میگیرن حالا یه جایی مثلا اینا برای که برنامه جذابیت هم داشته باشه رسانه ها تلاش میکنن یک نفری که از نظام دفاع میکنن بیارن که بتونن حریفش هم بشن بیچاره بنده خدا جناب نجم محمد علی رو عموما نشانه میگیرن چون ایشون بالاخره زبان مادریش عربیه و به هزاران دلیل میگن تو بیا مثلا اونجا بشین که مثلا زبان هم عربیه تسلط به اون فارسی مثل بقیه نداری و بعدش ما تو ذهن مردم ایران هم بکنیم آقا حامیان جمهوری اسلامی یه تعداد عرب منطقه هستن در حالی که یک تصویر غلطیه اتفاقا کسانی که در منطقه عرب زبان هستن و حامی جمهوری اسلامی ها اینا همه نژاد آریایی دارن آقای نجا محمد علی نژاد آریایی داره مثلا ایشون جزء ببین شما اولا شیعیان که میدونی اینا همه چیز تو کانتکست ایرانی هستن به هر حال با فرهنگ ایران خود آقای نجا شیعه هستن البته اگه ازشون بپرسید بله همیشه میگه من سنی ام نگاه آقای نجا اینه که در حقیقت من در سنت پیامبر رو دارم و شیعیان سنت پیامبر رو اجرا میکنن یعنی این تعریفشه شیعه هستن ولی مثلا میگه آقا ما شیعیان اصلا سنی هستیم چون ما داریم بر اساس سنت پیامبر کار میکنیم و مسئله ای که وجود مردم منطقه از حوثی های یمن بچه های هزبولا اینا همه تو محور آریایی هستن دیگه اینا همه ایرانی هن همهش نجار آریایی دارن زبانشان عربی شده منتها این چه تصویری تو ذهن ما درست کردن تو ذهن ما درست کردن اینا عرب هن جمهوری اسلامی هم عرب پرسه و از این منظر میام میگن البته از این منظر هم اگر باشه باز توجیهات گسترده ای داره ولی خب اینگونه افکارسازی کردن یه افکارسازی فیک جعلی تو ذهن ما درست کردن ولی اگر ما بدونیم که آقا جا انگیزه اینه که میشینن اونجا هر کدوم میدونن بیشتر توهین کنن به ایران بیشتر دعوتشون میکنن انگیزهشون اگر بدونیم آقا انگیزه پوله اگه بدونیم اینا ساعتی 250 پوند باسه چرت و پرتایی که دارن میگن پول دریافت میکنن دیگه خیلی مسئله روشن میشه حالا بعدی وقتا مدیر این رسانه ها بودجه ای که بالاخره بی بی سی که بودجهش با پول مالیات مردم انگلیسه بازداشتگاه مناتو بودجش از اسرائیل صدای ریاض بودجش از عربستانه حالا اصلا به مدیر بازداشتگاه مناتو یا به مدیر صدای ریاض یا به مدیر بی بی سی در بخش خبری مختلفش به زبان مختلف پولی که میدن بعد بده به کار نشناسا این یارو پولا رو میخوره از این بخور بخورا زیاد پشت پرده ببینید با که مثلا بعضی از این مزدور خبرنگارها رو به صورت جدی دنبال کنید ببینید در حوزه بازداشتگاه مناتو افشاگری های زیادی این موضوع خبرنگارا بعدن که از بازداشتگاه مناتو اومدن بیرون علیه خودشون دارن علی شبکه دارن یه در بی بی سی هم حالا در بی بی سی فارسی کمتر یه خود حرفه‌ای ترن ولی الان در بخش عربی بی بی سی اینجا رو شد یارو دیگه به اینجاش رسیده میگه آقا دو سال منو دعوت میکنی من به امید پول دارم میام زندگی در آمریکا سخته نگاه نکن اینجا نشه عضو حزب دموکرات آمریکا این مال کسی هم نیست حزب دموکرات آمریکا خوب باشه عضوش باشه هر کی میتونه عضو هرچی باشه شما در هر کشور اروپایی اگه سیتیزن باشی میتونی بری عضو احزاب بشی کاری نداره که مثلا تو ایرا... سوئد مثلا خیلی از ایرانیه که میخوان جو میگیرتشون میرن عضو حزب مثلا مدراتا میشن جریانات آبی میشن جریانات آبی تقریبا ملی یا هیچ طرفدار مثلا میرن عضویت میشن در عضو سوسیال دموکرات خیلی راحت هم عضو میکنن چون اصلا در کشورهای اروپایی به خصوص در آمریکا هم, هم هر حزبی عضو بیشتری داشته باشه یک پول یه بودجه ای از دولت میتونه بگیره اعضاشونو میبرن بالا به هر حال من میخوام اینو بهتون بگم همه اینا بازیه همشون دنبال پول عمر هم. همین تحلیل هایی که میدن تحلیل هایی است بر اساس اون انگیزه پولی که میخوام بگیرن برای همین یارو مثلا میاد توی من و تو زیاد جدیش نگیرید این اون یک ساعت اومده آره قربتون برم عاشقتونم دمتون گرم خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید و همه شما عزیزان به خدای بزرگ میسپارم ببخشید که تو دماغی هم یه خورده صحبت کرد الان دارم 5 ساعت 13 دقیقه برنامه اجرا میکنم دیگه برنامه آخر یه خورده تو دماغین بیشتر شد پاینده ایران و بدرود